در خبرها آمده بود که فرمانده نیروی انتظامی راه اندازی پلیس فضای مجازی را اعلام کرده و گفته است که از روز دوشنبه شاهد آغاز کار این واحد پلیس در کشور هستیم. به گزارش برخی وبسایت‌های همسو با دولت مستقر، اسماعیل احمدی مقدم که در حاشیه افتتاح پلیس فضای مجازی سخن می‌گفت، با اعلام این خبر افزود تا پایان سال آینده پلیس فضای مجازی در تمام مراکز پلیس افتتاح و راه اندازی می‌شود. وی در ادامه تاکید کرد دستگاه قضایی دادسرای ویژه‌ای برای بررسی جرایم سایبری در تهران راه اندازی کرده که این برای شروع کار پلیس سایبری کافی است. به گفته احمدی مقدم، برخی از جرایم اینترنتی تیراژ بسیار بالایی دارند و این در حالی است که در بسیاری از موارد تنها یک نسخه از وقوع جرم از سوی پلیس ثبت می‌شود. افتتاح پلیس فضای مجازی در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آمار در ایران جرایم رایانه‌ای قوانین نانوشته‌ای دارند. به عنوان مثال بازدید از بسیاری از سایت‌های خبری سیاسی و یا حتی اجتماعی که به نوعی منتقد حاکمیت باشند از سوی شورای در برگیرنده نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی فیلتر شده و دسترسی کاربران به آنها ممنوع است. پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته از سوی مراجع امنیتی شمار زیادی از وبسایت‌های منتقد مسدود شدند و دسترسی به آنها بدون استفاده از ابزارهای فیلتر شکن مقدور نیست. بسیاری از وبلاگ نویسان و سردبیران سایت‌ها بازداشت و با قرار محکومیت‌های سنگین روانه زندان شدند. این در حالی بود که مقام‌های ارشد نظام همواره دم از آزادی بیان می‌زنند. خبرگزاری فارس که از حامیان افراطی دولت به شمار می‌رود، در گزارشی ضمن حمایت از راه‌اندازی پلیس فضای مجازی نوشته است با افزایش وقوع جرایمی نظیر تعرض به حریم خصوصی افراد، کلاهبرداری و جعل در فضای سایبری، پلیس علاوه بر شناسایی و برخورد با متخلفان، امنیت کاربران اینترنتی را تأمین خواهد کرد. ماجرای برخورد با وبسایت‌هایی که از منتقدان دولت مستقر به شمار می‌روند در ماه‌های اخیر شکل دیگری به خود گرفته است. شاید به همین خاطر باشد که مهرداد امیدی، رئیس پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌ای در اداره آگاهی گفته بود که نیروی انتظامی باید همانطور که با جرایم عادی مانند دزدی و زورگیری برخورد می‌کند، با جرایمی که در فضای اینترنت رخ می‌دهد هم برخورد کند. به دنبال رویدادهای پس از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری و تجمعات مردم معترض به کودتای انتخاباتی و از آنجا که استفاده از امکانات اینترنت و تلفن همراه نقشی به سزا در خبررسانی این اعتراضات داشت، دولت مستقر برخورد جدی‌تری را نسبت به اینترنت و فضای سایبری در پیش گرفته است. با وجود آنکه بسیاری از کشورها و سازمان‌های جهانی دسترسی به اینترنت را جزء حقوق اساسی شهروندان تعریف کردند، اما بر اساس آمار ایران از جمله کشورهایی است که سازمان گزارشگران بدون مرز از آن به عنوان دشمن اینترنت یاد می‌کند. به گفته کارشناسان، از خرداد ماه سال 88 تا کنون مقام‌های دولتی همواره در صدد بستن راه‌های اطلاع رسانی آزاد بوده و با کسانی که در این زمینه فعالیت داشتند برخورد می‌کنند. اختلال در سرعت اینترنت، محدودیت در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر و فیسبوک، فیلترینگ گسترده وبسایت‌ها و وبلاگ‌های منتقد و مخالف دولت و همچنین قطع مقطعی تلفن‌های همراه، برخی از موارد جلوگیری از اطلاع رسانی آزاد در ایران توسط حاکمیت عنوان شده است. این در حالی است که به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایرانی‌ها از فعال‌ترین مردم جهان در فضای مجازی به شمار می‌آیند و راه‌های گذر آسانسور را به خوبی می‌شناسند. و به گفته این سازمان، حاکمیت کنونی ایران بزرگترین دشمن اینترنت در جهان به شمار می‌رود. به هر روی، به رغم آنکه مسئله استفاده از اینترنت در قالب کشورهای دنیا به خوبی حل شده و دولت‌ها داشتن اینترنت پرسرعت را حق طبیعی مردم و جامعهشان می‌دانند، اما در کشورمان روز به روز عرصه بر فعالان دنیای مجازی تنها به دلیل انتقاد از سیاست‌های غلط دولت تنگ‌تر و بسته‌تر شده است و به نظر می‌رسد که با راه‌اندازی پلیس مجازی از سوی نیروی انتظامی، مسئولان قصد دارند که این محدودیت‌ها را برای کاربران ایرانی بیشتر کنند و باید دید سرانجام این همه اعمال فشار بر شهروندان ایرانی در زمانی که اطلاع رسانی آزاد از شعارهای جهانی شده است چه خواهد بود؟